بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجان. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان و عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و دوست داشتنی، امیدوارم هر کجا هستین سلامت و تندرست باشید. روز حسین روزی است که امام رؤوف فرمودند پلک چشم ما رو زخم کرد. پس سلام و درود خدا بر آن آقایی که به مظلومیت در بین دو نهر آب به شهادت رسید و سلام و درود خدا بر آنانی که با شنیدن نام حسین انقلابی درونشان ایجاد می شود و چشمشان بارانی. و قال رسول الله الا و صلی الله علی الباکین علی الحسین. سلام و درود خدا بر شما. انشاءالله که این ایام بتوانید با حضور در محافل عزاداری سید و سالار شهیدان ابو عبدالله الحسین علیه السلام، از روضه های خانگی گرفته تا موکب ها و هیئت ها، مایه فرج امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف رو فراهم کنید، چرا که او منتقم مظلوم ترین خونی است که روی زمین ریخته شده. و انشاءالله وقتی ظهور بفرماید حضرت، بفرماید که یا اهل العالم انا بقیت الله. و نکته مهم دیگر این که وقتی خودشون رو میخوان معرفی بکنن، به نام جد قریبشان حسین ابن علی علیه السلام معرفی میکند. یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه و عطشانا و دو سه فقره دیگه که حرف اینجاست. وقتی میفرماید ای اهل عالم، من فرزند آن حسینی هستم که این گونه به شهادت رسیده، نشان از شهرت دنیا و آخرتی امام حسین علیه السلام داره. شاید یکی از دلایل غیبت اینه که ما هنوز در شناساندن امام حسین علیه السلام اون حرکت لازمه رو انجام ندادیم. شاید این دعواها، این شبهه هایی که بر سر موضوع امام حسین علیه السلام و کربلا و امثالهم به وجود آمده، باعث شده که قدری در شناساندن امام حسین توی منجلاب گیر بکنیم تهش، به جای اینکه خدا رحمت کنه علامه امینی الله مقام شریف که من روز قیامت شکایت میکنم این همه وقت صرف کردم که بگویم علی حق است، به جای اینکه میتونستم این همه وقت صرف کنم و فضائل بیشتری از امیرالمومنین رو به مردم بشناسانم. نسبت به امام حسین هم همینطور. اگر این شبهات نبود، شاید ما الان خیلی در معرفی امام حسین جلوتر بودیم. ولیکن هر از گاهی در یک فصلی مجبور میشیم به جای اینکه بریم جلو، برگردیم عقب، دوباره زیربناها رو درست کنیم و بریم جلو. مثلا همین علامتی که به عنوان تمثیل در پشت سر من به دکور ما اضافه شده بعد از حرف زدن اون شکلی، این دوباره خودش یک پسرفته. به جای اینکه بریم جلو توی این مظاهر گیر نکنیم و وقتمون رو برای معرفی امام حسین و فضائلش و کراماتش و آثارش صحبت بکنیم، باید برگردیم هی اینها رو اصلاح بکنیم که انه میخواییم بلا تشبیه چرخ ماشین رو دوباره اصلاح بکنیم که بعد بگیم خب این دفعه با خیال راحت مسیر رو ادامه میدیم. دوباره به یک دست اندازی میخوریم، دوباره به یک ترمزگاهی و متاسفانه. ولیکن خدا رو میخوانیم به حق امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف که موانع رو برطرف بفرماید. یک فاصله تقدیم شما بکنیم، با شاعر عزیزمون با شما همراه خواهیم شد. ترک خورد و نگین افتاد، پر از یاقوت شد عالم، سوار از روی زین افتاد. از این تلاطم دنیا هراس نیست تا کشتی نجات حسینی شد. از حرمت هم برخواد اما بد نشد، کاش ای بابا نمی بردی به منانی. یک لحظه تصور کن اگر در دل آتش پروانه پرسوخته پر زده باشد، هر جوانی که حبیب تو شده پیر شده. چشم شور مردم شامی ببین با من چه کرد، کودکت از آخرین دیدار بر من لباس نوکری هم را کفن کنی.
نوکر بهشت هم برود باز نوکر است. عزیزان من، مستحضرید که در بخش ابتدای برنامه روز حسین هر روز در خدمت یکی از شاعران اهل بیت و خاصه حالا نسل جوانتر بودیم و دقایقی رو با ابیات ایشان و با اون قلمی که در دفاع اهل بیت بر کاغذ رقص میکنه مهمان منازل شما شدیم و دلمون رو کربلایی کردیم. امروز عزیز دیگری رو در جمع خودمون داریم، برادر خوبم جناب آقای عباس جواهری که به محضرشون سلام و عرض ارادت دارم. آقا سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز. امیدوارم که این ایام عزاداری هامون مورد قبول حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه قرار گرفته باشه و آرامشی بر قلب حضرت حجت باشه و انشالله که ماحصل این عزاداری هامون در نهایت قدمی نزدیک شدن به فرج حضرت شما باشه. الهیان بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر و تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید. در مطلع کلام ما رو مهمان ابیاتتون بفرمایید. با اجازهتون من یک غزل و یک روایی تقدیم به آقا صاحب زمان میکنم و در ادامه هم با توجه به فضای این روزا یک شعر تقدیم میکنم. بسیار عالی. بسم الله الرحمن الرحیم. پیش منی که هستیم از دست رفته است، شنبه غروب جمعه ترین روز هفته است. تکرار می شویم شروعی دوباره را، هر شنبه ترجمان غمی نوشکفته است. آجان حسی برای زندگی تازه بی تو نیست، حسی برای زندگی تازه بی تو نیست. پای دلم برای دویدن گرفته است. بی تو تمام ثانیه ها سال می شوند، بی تو چقدر ساعت من خواب رفته است. بی تو تمام ثانیه ها سال می شوند، بی تو چقدر ساعت من خواب رفته است. آری تمام شعر خلاصه شده در این شنبه غروب جمعه ترین روز هفته است. احسنت، احسنت. واقعا هم همینه. اونهایی که فهمی در کار نسبت به امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف دارن، نبودن حضرت ثانیهاش اندازه یک سال برشون میگذره و امیدواریم به نفس گرم شما و تمام کسانی که دستی بر آتش و ذکر دارن و نگاه پرخیر و برکت مادرشون فاطمه زهرا سلام الله علیها از مابقی زمان غیبت حضرت بگذره و ما را از این فضای تاریک و وهم‌آلود با ظهور امام زمان نجات بدن انشاءالله. آقا کماکان در خدمت شما هست. سلامت باشید. من با توجه به اینکه ایام اسارت آلالله هستش و یکی از مظلومترین شخصیت هایی که در قیام کربلا بهشون خیلی کم اشاره میشه حضرت فاطمه سوغلا سلام الله بنت الحسین هست که یه خطبه خیلی قرایی هم در مسجد کوفه ایشون خوندن و به قول خودمون تشت رسوایی آل امیه رو اونجا از بام به زمین انداختن. من با توجه به خطبه ایشون و برگرفته از متن خطبه ایشون یک غزلی رو گفتم که با اجازهتون همون تقدیم کنم. خیلی عالی، خیلی عالی، خیلی عالی. بسم الله الرحمن الرحیم. مانند مصطفی است خدا داده کوثرش، آری حسین گشت مزین به دخترش. او را به غیر فاطمه باید چه نام داد، او را که رفته خلقن و خلقن به مادرش. در اسم کوچک است ولی باز فاطمه است، این گل معطر است چه یک پر چه صد پرش. فرقی میان کوفه و شهر مدینه نیست، وقتی که فاطمه است سخنران منبرش. شاگرد کیست این که به هنگام خطبه هاش
زینب بلند می شود الله اکبرش. آیا شنیده می شود از خطبه های او چیزی به غیر مدح خدا و پیامبرش؟ حمد و ثناست ذات خدا را بدون حد، حمدی به قدر ریگ بیابان به محضرش. ای اهل کوفه، اهل دروغ و نفاق و مکر، قومی که مانده بر تن اسلام خنجرش، لب تشنه سر بریده و تکفیر کرده اید او را که بین خلق خدا کرده برترش. بر خاک سرخ کربلا می چکد هنوز از تیغ کینه های شما خون هنجرش. چون آیه مقطع مانده است بر زمین آن پیکری که رفته روی نیزه ها سرش. تبن لکم و انتظر اللعن و العذاب، آری همان عذاب علیم است کیفرش. ای دختر رسول خدا احترقتنا، ای دختر رسول خدا احترقتنا، دختر نبی رسان سخن را به آخرش. نامت نهان شده است میان کتاب ها، نامت نهان شده است میان کتاب ها، همچون صدف که در دل دریاست گوهرش. به به به، خیلی ممنون و متشکرم. واقعا سوزان ما رو نام مبارک فاطمه صغرا و اون خطبه هایی که از ایشان به یادگار مونده و کل آل الله که در اوج مظلومیت در این ایام به هیبت اسیر، من هیچ وقت زبونم نمیچرخه بگم به صورت اسیر، به هیبت میگم، یعنی ظاهری از اسارت و الا دشمن اسیر دست این خاندان و خاصه عمه جانمون حضرت زینب کبری سلام الله علیها بود. و دیروز هم در برنامه عرض کردم این رو از اون تعجب یزید و یا عبیدالله ابن زیاد علیه اللعنت و العظام، از اینکه او کیست با اینکه دستاش بسته است ولی این چنین متکبرانه در مجلس، این نشان میده که دشمن اسیر دست خاندان آل الله شده. آقا خیلی ممنون و متشکرم، خدا خیرتون بده، انشالله قلمتون رساتر و ذوالفقارگونه در خدمت اهل بیت باشه. ممنونم از دعوتت که پذیرفتید و انشالله در فرصتی دید دوباره باز خدمت شما خواهیم بود. ممنونم از شما بینندگان، لحظاتی فاصله‌ای و تنفسی و برمیگردیم با مداح گرانقدرمون، باز دوباره با شما همراه خواهیم بود. سلام مجدد دارم خدمت حضراتی که پای گیرنده نشستید و دارید برنامه روز حسین رو از شهر و دیار عمه سادات فاطمه معصوم سلام الله علیها میبینید. امیدوارم که در این بخش هم بتوانیم موجبات ظهور حضرت رو فراهم بکنیم. مهمان عزیز و گرانقدری در کنار بنده هستند، سید بزرگوار سید حسین فروغی که به منزلشون سلام و عرض ارادت. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، ممنون که برای برنامه خودتون وقت گذاشتید. قربان شما. عرض سلام و ادب احترام دارم به محضر کلیه بینندگان عزیز، خیلی خوشحال هستم در خدمت شما هستم. ایام سوگواری و عزاداری سید و سالار و شهیدان آقا و عبدالله حسین علیه السلام و همچنین ایام اسارت اهل بیت اسمت طهارت سلام الله علیه اجمعین را به پیشگاه مقدس و منور قطب عالم امکان حضرت بقیت الله العظم ارواح نال تراب مقدمه فدا، کلیه شیعیان امیر المومنین محسن، عزیزانی که امروز پای گیرنده هاشون هستن و این برنامه رو تماشا میکنن، تسلیت عرض میکنم. انشالله که خداوند متعال باب روی عزد صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها
عزاداری های ما رو به کرمش به حسن وجه قبول بفرماید و انشالله که خدای متعال به اشکای غریبانه و مظلومانه آقا جانمون امام زمان علیه السلام که فرمودن هر صبح و شام برای جد غریبم امام حسین اشک میریزم، انشالله امروز هر کسی پای گیرنده نشسته هر حاجتی به دل داره انشالله حاجت روا بشه، اگه مریض داره خیلی التماس دعا گفتن در این ایام که بحبه‌های کرونا هم هستش خیلی التماس دعا گفتن، خدا به حق بیمار کربلا آقا زین العابدین علیه السلام هر جا مریضی هست مریضی هست طفل مریضی هست مخصوصا مریضای سرطانی که خاصه التماس دعا گفتن و شفای عاجل و کامل عنایت بفرمایان، خدا خیرتون بده، خدمت شما هستم ان شاء الله، به نفس گرم شما عنایت صدیقه طاهر سلام الله علیه و تمام دعاهایی که فرمودید محقق بشه، بنده هم سراپا گوش هستم تا ان شاء الله از محضر شما و صدای گرمتون استفاده کننده باشم. بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمان یا رحیم، یا رب الحسین بق الحسین، اشف صدر الحسین بزبور الحجة، یا رب الحجة حق الحجة، اشف صدر الحجة زبور الحجة. السلام عليك يا مولاي، يا أبا الحسن، يا علي ابن الحسن، يا زين العابدين يا ابن رسول الله. أيامي كجزاش ایام شهادت آقا زین العابدین علیه السلام بود، امروز هر جا هستی دلتو پرواز بده مدینه کنار قبرستان بقی، خودتو پشت دیوار بقی ببین، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا مجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، من آن گلم که خفته به خون باغبان من، آقا جانم، من آن گلم که خفته به خون باغبان من، نه گل نه غنچه مانده به باغ خزان من،
مرغ بهشت وحیم و از جمر روزگار ویرانه های شام شده آشیان من. قربون غربتت برم آقا جانم، هفتاد داغ دارم و در سوز آفتاب هجده سر بریده بود سایبان من. زنهای شام خنده به ناموس من زده، آقای من. زنهای شام خنده به ناموس من زده، این بود احترام من و خاندان من. زنجیرها به زخم تن من گریستن، دشمن نکرد ره به عشق روان من. گردید نقش خاک ز سنگ یهودیان، ناله دارای بندینه ای. گردید نقش خاک ز سنگ یهودیان، از نوک نه سر پدر مهربان من. آخ شام بلا و تشت تلا و سر حسین، شام بلا و تشت تلا و سر حسین، گردید قاتل پدرم میزبان من. امروز برای آن آقای میخواییمش بریزیم که غریب سی و چند سال آب میدید گریه میکرد، جوان میدیدش میریخ، طفل شیر خاره میدید ناله میزد، هر جا اسیر میدید جلو میرفت احترامش میکرد، هر جا میدید قربانی رو دارن ذبح میکنن حضرت جلو میرفت سوال میکرد آیا به این قربانی آب دادی یا نه. آخه کربلا پدرم رو با لب تشنه غلام آقا زین العابدین از حضرت سوال کرد آقا جان آیا وقت اون نشده دیگه اینقدر گریه نکنی ناله نزنی؟ حضرت فرمود آی غلام، یعقوب نبی 12 پسر داشت، یکی از اون پسراش به نام یوسف، در حالی که میدونست زنده است فقط از نظرها غایب شده بود. انقدر از فراق یوسفش گریه کرد و اشریخ. قرآن می نویسه و بید زدینا من الهوز. آخ چشمای یعقوب سپید شد، کمر یعقوب خم شد، موهای یعقوب سپید شد. من چه بگویم روز عاشورا، کربلا
18 یوسف منو سر بریدن، مقابل چشمانم سراشونو به نیزا زدن. یعقوب از فراق پسر روز و شب گریست، تا دیدگانش از غم یوسف سفید شد. من چون کنم که آنچه مرا بود سرپرست، یک روز جمله از نظرم ناپدید شد. اما از حضرت سوال کردن آقا جان، حالا که دلا آماده شده برا روزه، نکنه امروز بی حاجتش بریزی؟ خیلی ها التماس دعا گفتن، خیلی ها مریض دارن خواسته التماس دعا گفتن. از حضرت سوال کردن آقا جان، از مصائبی که کربلا و کوفه و شام به شما وارد شد، کجا بیشتر به شما سخت گذشت؟ ناله دارا حضرت سه مرتبه فرمودن اشام اشام اشام. آقا جان، پدر شما، برادران شما، عموهای شما، عزیزان شما رو در کربلا به شهادت رسوندن، پس چرا می فرمایید شام؟ حضرت فرموده باشه امان از زخم زبان. شامیان، من داغ دارم، هل هل کم تر کنی. ببیرم براد آقا جان. شامیان، من داغ دارم، هل هل کم تر کنید. خارجی نه، زاده پیغمبرم، باور کنید. ما رو وارد شهر شام کردن، شهر را آذین بسته بودن، همه هل هل می کردن، کف می زدن، ما رو با انگوش نشون می دادن. یا صاحب الزمان، آقا جان معذرت می خوام، به اهل بیت پیغمبر می گفتن اینا خارجی هست، اینا دین ندارن. کف زدن پای سر فرزند زهرا خوب نیست، نامسلمانان حیا از دخت پیغمبر کنید. حضرت فرمودن در شهر شام چندین مصیبت به ما وارد شد، ما رو با شمشیر و نیزه احاطه کرده بودن، ما رو به ریسمان بسته بودن. آخ، ما رو از کوچه های یهودی عبور داده، از بالای بام خانه رو سر ما خاک و خاکستر ریختن. میخوام یه جمله بگم دلت آتیش بزنم. حضرت فرمود سرهای شهدا مقابل این زن و بچه به نیزه زده شده بود. بعضی وقتا این سرها از رو نیزه رو زمین می افتاد زیر دست و پا. بمیرم براد آقا جان، با چه جرمی امم را پیش چشمم میزنید؟ نه حیا از فاطمه، نه شرم از حیدر کنید. حضرت فرمود منو بردن به بازار برده فروشان، خاک بر دهانم، خواستن
زن و بچه ما را به کنیزی ببرم. ما را بردن وارد مجلس یزید ملعون کردن. اون نانجیب زن و بچه خودش را پشت پرده قرار داده بود. آی غیرتی ها، اما ناموس خدا را مقابل چشمان نامحرمان سر بریده بابای غریبم حسین داخل تشت تلا بود. نانجیب با چوب خیزران یا مزن چوب جفا را بلب و دندان من، یا بگو بیرون روان از مجلس طفلان من، یا نزن شرمی نما از روی زهرا مادرم، یا بزن مخفی ز چشم خواهر گریان من. اما وقتی آقا امام باقر داشت بدن بابا رو غسل میداد، بگم روح شهدا، اموات، گذشتگان، پدر مادرایی که با روزهای امام حسین اش میریختن، الان جاشون خالیه، رو همشون فیض ببرن. آقا امام باقر داشت بدن بابا رو غسل میداد، یه وقتی دن حضرت دست از غسل دادن کشید، بلند بلند داره گریه میکنه، صدا زدن آقا جان چی شد اینطور بیتاب شدید؟ حضرت فرمود داشتم بدن بابا رو غسل میدادم، جای کبودی قل و زنجیر جامعه رو دیدم، یاد اسارت افتادم، نتونستم طاقت بیارم، اما امروز دلتو میخوام یه جای دیگه ببرم. بگیم یا امام باقر، شما فقط جای کبودی رو بدن بابا دیدی. آخ جان عالمی به فدای جد مظلوم امیر المومنین، اون شبی که تو مدینه از زیر پیراهن داشت بدن فاطمش رو غسل میداد. یا زهرا یا زهرا، اسما میگه یه وقت دیدم آقا دست از غسل دادن کشید، بلند بلند داره گریه میکنه. صدا زدم آقا جان، شما که ما رو دعوت به صبر میکردی، چی شد اینطور بیتاب شدید؟ حضرت فرموده باشه یا بقیت الله، اسما الان دست رسید به پهلوی شکسته فاطمه، دستم رسید به بازوی ورم کرده زهرا، تشی جنازه آقا زین العابدین اولین تشی جنازه ای بود از اهل بیت که با شکوه انجام شد. آخه بدن مادرش فاطمه رو که تو مدینه شبانه و غریبانه و مخفیانه به خاک سپردن، بدن آقا امیر المومنین هم که شبانه برداشتن، آی امام حسنی ها، بدن امام مجتبی رو هم که تو مدینه تیر باران کردن، باید هم این بدن با شکوه تشییع می شد. آخه بدن حجت خدا بوده. کربلایا کجا هستن؟ بگیر روزی تو از ارباب، انشالله اربعین تو حرم حسین ناله بزنی. بدن حجت خدا بوده، باید این طور احترام می کردن. اما ای عاشقان ابی عبدالله، مگه حسین حجت خدا نبود؟ آخ زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست.
آرو خاشا که زبین منزل و موای تو نیست. دلای کربلایی نه تنها بدن عزیز فاطمه رو غسل ندادن، کفن نکردن، تشییع نکردن، پس چه کردن؟ آماده امروز بشوی صدا نالت برسه کربلا، بلکه ده نفر نالتیم از باشون و ناله تازه زدن بر بدن عزیز زهرا حسین. کاری کردن با بدن ابی عبدالله که وقتی خان زینب اومد تو گودال بدن برادر رو نشناس، هی صدا میزد آخ گلی گم کرده ام میجویم او را، به هر گل میرسم میبویم او را، گل من یک نشانی در بدن داشت، یکی بیرانه کهنه به تن داشت. اگر جویم گلم را در گلستان، آقا جانم اگر جویم گلم را در گلستان، به آب دیدگان شویم گلم را. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقا طیب الله انفاسکم، سلامکم الله، خدا انشاءالله به نفستون و بیانتون وسعت و توفیق بیشتری سلامت باشین، خیلی ممنون شما بینندگان. هم انشاءالله که از مواهب خفیه الهی بهرمند بشید، مریض دارید به برکت نام ابا عبدالله الحسین علیه السلام و امام سجاد دو امام مفترض و طاهر، بر تن بیمارتون لباس عافیت انشاءالله پوشیانده بشه. اونی که آبرو داره، قرض داره، بیخونه، از هر کی هر حاجت و مطلبی داره، خیلی از جوانها الان انتظار دارند که دعاهایی که والدینشون برای اونها میکنند به اجابت برسه. انشاءالله همه ی حوائج به نام نامی سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام و این روزه ها و ابیاتی که خوانده شد حاجت روا و مقضی باشه انشاءالله، و رأس همه ی حاجت هامون فرج آقا جانمون حضرت حجت بن حسن عجل الله تعالی فرج و شریف باشه، که اللهم عجل لولی کل فرج، اللهم عجل لولی کل فرج، اللهم عجل لولی کل فرج. ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودید، برنامه روز حسین رو نظارگر بودید، براتون بهترین ها رو از خداوند منان مسئلت دارم. به اتفاق عزیز دلم جناب آقای اسد حسین آقای عزیزمون خداحافظی میکنم از منظرتون، در پناه حضرت حق باشین. یا علی مدد، آتش قربون شما، سلامت باشین، خیلی ممنون.